روزنامه کیهان تحت مدیریت حسین شریعت مداری در واکنش به انتقادها از توجه نکردن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به سرکوب مسلمانان اوغور در سفرش به چین این مسلمانان را گروهک تروریستی خواند این روزنامه نوشت اوغورها با اسرائیل انگلیس و آمریکا در ارتباط هستند سعید بهاری گزارش می‌دهد روزنامه حکومتی کیهان که همواره مواضع مدیر مسئول منصوبش از سوی رهبر ایران را میتوان همان مواضع مقام نصب کننده او دانست در یادداشتی مسلمانان اویغور چین را تروریست خواند این مطلب در واکنش به روزنامه اعتماد بود که توییتی از محمود صادقی را بازنشر کرد که این نماینده پیشین مجلس ایران و استاد دانشگاه نوشته بود آقای رئیسی رئیس جمهور ام جهان اسلام اگر مسلحت بود به همتای چینی یک تذکری در مورد رفتارشان با مسلمانان اویغور بدهید محمود صادقی در یادداشتی در روزنامه اعتماد خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت مسلمانان اویغور هم مسلمان هستند شما که تا چین رفتید حالی هم از آنها میپرسیدید مسلمانان ترک تبار ساکن استان سینکیانگ چین در حالی تروریست خوانده شدند که سال هاست که تحت ستم نسل کشی و آزار نظام حاکم در چین قرار دارند. حکومت کمونیستی چین سالهای متمادی علیه مسلمانان ساکن در این کشور تبعیض و فشار برای تغییر عقیده را در سیاست خود داشته و بازداشت گروهی مسلمانان و تجسس در اندیشه های مذهبی و سیاسی را برای تغییر و یکسانسازی فرهنگی به شدت دنبال می کند. این سیاست ها در کنار اردوگاه های کار اجباری اعتراضات بسیاری از شهرها و نهادهای حامی حقوق بشر را به دنبال داشته و آنها ضمن محکومیت رفتار چین با مسلمانان اویغور خواهان پایان بخشیدن به این گونه سیاست ها شدند. نظام حاکم بر ایران در تعامل سیاسی با نظام کمونیستی چین به راحتی میلیون ها مسلمان تحت ستم را تروریست خوانده و فراموش می کند در حالی که در سیاست های کشور عربی و خاور میانه مداخله می کند و برای آنها نسخه می پیچند. تا جایی که نه تنها صدای شهروندان آن کشورها را درآورده که شهروندان ایرانی هم به این سیاست ها معترضند سعید بهاری اخبار شیعه